سلام به همه دوستان امیدوارم براتون خوب باشه من میلادم و تو این قسمت میخوایم بیایم پست و جنگو رو به داکر کمپوز اضافه کنیم دقت داشته باشید که تا الان اگر اینجا نگاه کنیم کانتینرامون چهار تا کانتینر در حال ران هستن توی داکر کمپوز پراجکت به این صورت و اگر نیازی ندارید به جنگو و پوسکرس میتونید تا همینجا کار رو نگه دارید و در واقع وبسایتتون رو یعنی وبسایتتون آماده هست تا اینجای کار با وردپرس پی اچ پی مای ادمین مای اس و انجینیکس اگر نیاز دارید که جنگو و پوسکرس رو هم به داکر کمپوز اضافه کنید میتونید این ویدیو رو هم نگاه کنید ولی خب تا اینجای کار ما یک وبسایتی داریم که با استفاده از داکر کمپوز اجرا میشه در واقع و میتونیم ازش استفاده کنیم تمامی کودها رو من قرار میدم توی گیت هاب و توی قسمت بعدی یاد میگیریم که چه جوری از توی گیت هاب پروژه رو کلون بکنیم و روی سیستممون اون رو ران بکنیم به سادگی ولی خب قدم به قدم پیش میریم ببینیم چه اتفاقی میفته الان میخوام بیام توی داگر کمپوز بیام پست کیو رو هم به سرویس ها اضافه کنم میام اینجا بعد از پی اچ ادمین میخوام پست رو اضافه کنم اسمش رو میذارم دی بی شما هر اسمی که دوست دارید میتونید بذارید یه دونه ایمیج داره که من ایمیج رو از پوستگرس آلپاین سهیفده دارم استفاده میکنم به این صورت اسمش رو درست اگر اه اسمش کپیش میکنم که مشکلی پیش نیاد یه دونه کانتر نیم داره خب برای پست من میخوام از خب برای پست میایم از ایمیج پستگرس آلپاین سیو استفاده میکنیم یه دونه کانتینر نیم براش در نظر میگیرم به این صورت طبق روال همیشه اینجا می اپ نیم به این صورت و اینجا هم پست به این صورت والیوم رو براش تعریف میکنیم قسمت مهم کار به این صورت اسم این رو میذارم مای db دی دیتا به این صورت و این رو هم اضافه می کنم به قسمت والیوم ها به این صورت میام اینجا بعد یک سری انوایرمنت هایی رو شامل میشه این پست که من اونها رو قرار میدم توی env فایل به این صورت برخلاف سرویس های قبلی که میمدیم مستقیم انوایرمنت ها رو اینجا تعریف میکردیم ما اینجا میتونیم بگیم که انوایرمنت ها درون یک فایلی قرار دارن به اسم .env به این صورت و .env به این صورت تمامی انوایرمنت ها رو میتونیم اینجا قرار بدیم و خودش میره اونا رو از اونجا بر میگردونه خب این از این تموم شد کارمون با پست گرست در واقع میان پایین میان پایین میخوام می بریم سراغ جنگو میتونیم برای جنگو هر اسمی دوست دارید انتخاب کنید. من خودم میذارم جنگ و اپ بعضی دیدم که زدن بکند بعضی ها میزنن وب شما هر اسمی که دوست دارید میتونید بذارید خب جنگ و اپ برخلاف سیفز های قبلی که میومدیم مستقیم ایمیج رو از داکر هاب دانلود میکردیم اینجا ما یه دونه فایل داکر فایل جداگونه برای ایجاد کردن جنگو داریم چون قرار از اینکه بخوام به صورت دیفالت جنگو رو نصب کنیم قرار یک سری دستوراتی رو هم در حین نصب در واقع جنگو روی اون کانتینر اعمال کنیم برای اینکه فایل در واقع جداگونه برای نصب جنگو داشته باشیم ما میایم میزنیم بیلد کن از همینجا یه دونه فایل داکر فایل ایجاد میکنیم به این صورت به این صورت بعد توش پر بعد در واقع کتار توش قرار میدیم و اینجا میگیم که به جای اینکه مستقیم ایمیج رو دانلود بکن اینجا بیلد بکن از در واقع روت جایی که داکر فایل رو میبینی اگر چندین داکر فایل داشته باشیم ما باید برای هر در دا واقع داکر فایلی یه اسم مشخص داشته باشیم که دقیقا داکر کمپوز بدونه که از چه فایل داکر فایلی باید بره و در واقع جنگ رو نصب کنه خب حالا اینجا چون ما یه دونه داکر فایل بیشتر نداریم میام میگم توی روت اون داکر فایل رو پیدا کن و از اونجا بیلد کن به این صورت خب یه دونه کانتینر نیم براش در نظر میگیریم به این صورت و اینا میذاریم جنگو قسمت بعدی والیوم هست ما سه تا والیوم باید در نظر بگیریم یکیش استاتیک وال هست که من اینجا اضافهش میکنم به این صورت بعدیشم میدیا وال اضافه میشه یک دو سه چه پنج تا شد خب این سورس در واقع ایجادش میکنیم پوشه سورس مربوط است به فایل های جنگو یعنی تمامی فایل های جنگو در اون پوشه سورس قرار میگیرن و توی کانتینر هم یک پوشه درست میکنیم به اسم اپ حالا میتونیم بذاریم سورس من خودم میذارم اپ در واقع این سورس توی لوکال رو ماونت میکنیم با پوشه اپ توی کانتینر به این صورت و دیگه چی پورت هم براش در نظر میگیم تو چه پورتی باشه من خودم میذارم 9000 یا 8000 حالا بسته به اگر که آزاد باشه الان پورت 9000 آزاده میذارم روی پورت 9000 و بعد یه دون env فایل داریم که میگم .env برو انوایرمنت ها رو از اونجا بخون و depends on چی شد depends on db به این صورت یک چیز دیگه ای هم که داره زمانی که کانتینر ران میشه ما میتونیم یک دستوری هم اجرا کنیم بگم زمانی که کانتینر ران میشه بیاد تو دستور پایتون manage.py run server رو بزن و جنگا رو روی پورت 9000 ران بکن به این صورت درست شد تا اینجا بذار ببینم همه چی اوکیه خب اوکی فکر میکنم قسمت والیوم ها رو هم درست کردیم و بریم سراغ داکر فایل داکر فایل رو من کپی میکنم چون توی آموزش های مربوط به داکر آموزش های توی سایت اگر دیده باشید ما در واقع کل داکر رو توضیح دادیم و دیگه نیازی به توضیح خطا نیست یا چکار میکنه میاد اول چون که جنگو در واقع فریم که با استفاده از پایتون ایجاد شده میاد اول پایتون رو نصب میکنه حالا ورژن سینو اسلیم باستر رو من میخوام نصب کنم و اینجا پایتون بافر رو برابر با یک میذاریم قبل از اینکه اصلا همه اتفاقا بیفته ما میام چیکار میکنیم یک سری مثلا میام میگم apt get آپدیت کن و بعد get text رو هم دانلود بکن حالا این برای یک پروژه بوده من نیاز داشتم به این پکیج میخوام بگم که شما میتونید تمامی پکیج که مورد نیاز هست قبل از اینکه اصلا کانتینر ایجاد بشه و اون بیاین اون پکیج ها رو هم روی اون کانتینر نصب بکنید یعنی به صورت دیفالت خود گت تکس روی اون کانتینر نصب نیست و من چون نیاز داشتم گفتم که میام توی داکر فایل اون در واقع گت تکس رو هم میگم نصب بکنه یعنی در واقع ما میایم یک سری کارا رو اتوماتیک انجام میدیم برای اینکه کارمون راحت تر باشه حالا برای تست در واقع میتونید رو هم کامنت کنید بعد یه دونه ورک دایرکتوری توی کانتینر ایجاد میکنه به اسم اپ و میاد تمامی چیزایی که توی سورس هست رو قرار میدید کانتینر حالا ما چیزی توی سورس نداریم هنوز باید ایجادش کنیم و بعد میاد چیکار میکنه میاد اینستال میکنه در واقع پیپ رو اینستال میکنه و آپگرید میکنه و بعد میره توی پوشه ای اپ توی کانتینر و اون فایل requirement.txt رو نصب میکنه ما هنوز فایل requirement.txt رو نداریم بعد چیکار کنیم بعد این فایل رو هم توی سورس قرار بدیم که زمانی که اینجا تمامی اطلاعات توی سورس کپی میشن توی پوشه ای اپ توی کانتینر این فایل هم وجود داشته باشه که اینجا بتونه نصبش کنه و بعد میاد چیکار میکنه تمام فایل, ها... فایل های توی سورس رو قرار میده توی دایرکتوری و تو چه پورتی بود اینجا توی پورت 9000 بود آره. و بعد در واقع پورت 9000 رو اختصاص میده به جنگو خب بریم چیکار کنیم یک ترمینال جدید من باز میکنم یک خورده ممکن شرایط با نسبت به وردپرس یه خورده متفاوت تر باشه خب من میام میرم تو دسکتاپ و بعد میرم توی داکر کمپوز پراجکت به این صورت محیط مجازی رو فعال میکنم به این صورت الان فعال شد نه بین اکتیویت اوکی چون میخوایم جنگو رو نصب کنیم ببینیم چه جنگوی باید قرار نصب بشه همون ورژن رو نصب کنیم بذارید من یه چک کنم خب جنگوی چهار نه اینجا جنگوی چهار سه شیش رو من میخوام نصب کنم اینجا کنم کنم. میخواهم میگم پیپ اینستال کن جنگوی چهار شیش رو به این صورت دقیقا روی همین محیط مجازی اینجا بود که توی قسمت قبلی گفتم که جنگ حتما virtual environment رو نصب کنیم که اگر نیاز داشتیم پکیج رو نصب کنیم روی همین محیط مجازی نصب باشه اگر من اینجا پیپ freeze رو بزنم می‌بینید که یک سری چیزها نصب شده برای ما روی همین محیط مجازی در واقع اگه من بیام اینجا روی کل سیستمم پیپ freeze رو بزنم می‌بینید که خیلی از پکیج ها نصب که من نیازی ندارم در واقع تو این پروژه ازش استفاده کنم یعنی محیط مجازی کارمون رو راحتتر میکنه خب من کلیر میکنم سفر رو الان اینجا هستیم میرم توی داکر کمپوز پراجکت جایی که داکر کمپوز یمل رو میبینیم اینجا با استفاده از دستور جنگ و ادمین من میام یک پروژه جدید رو استارت میزنم استارت پراجکت اگر درست نمیشته باشم خب اسمش رو میذارم مای سایت مای سایت به این صورت الان ایجاد شد مای سایت کو این بذارید ببینم مای سایت آره خب میام اینجا مای سایت رو تغییر میدم اسمش رو به اسم میذارم سورس src و بعد درونش یه دونه فایل requirement.txt ایجاد میکنم نیو فایل requirement.txt و اینجا جنگو رو نیاز دارم اینجا بود و چه چیز رو نیاز دارم فعلا یک پوستگرس کیول باینری برای اینکه بتونیم جنگو رو به پستگرس وصل کنیم به این صورت فقط همین دو تا پکیج رو قرار میدم Uh, چون اینجا میاد میگرده دنبال چی؟ requirement.txt اگر ما تمامی فایل های سورس رو بریدیم توی دایرکتوری اپ میتونه requirement.txt رو پیدا کنه و نصبش کنه تمامی پکیچ هایی که در اون requirement.txt وجود داره خب قبل از اینکه که داکر کمپوز بیلد رو بزنیم نیاز داریم به اینکه بریم توی مای سایت توی ستینگ اینجا قسمت دیتابیس و در واقع تنظیمات مربوط به SQL لایت رو پاک کنی و در واقع تنظیمات مربوط به پوستگرس رو قرار بدیم این چی کار میکنه؟ یه انوایرمنت get con postgres name رو در واقع ما توی env یک سری environment ها رو هم باید تعریف کنیم که این خودش اتوماتیک میره اونها رو از توی فایل env میخونه او رو هم باید ایمپورت کنیم میام بالا میگم که ایمپورت کن او رو که به اون دیگه ارور نده اینم از این و بریم سراغ env فایل اینا رو هم اینجا قرار دادم پوستگرس نیم پوستگرس یوزر پوستگرس پسورد اینا رو میتونید خودتون تغییر بدید اینا مربوط است به جنگو در واقع مدیا روت و استاتیک روت رو هم توی سورس باید تعریف کنیم که حالا خودش به صورت اتوماتیک اینا تعریف میشه زمانی که بیلد میکنیم خب اینم از مای سایتمون اینم منیز دادپا اینم requirement.txt داکر فایل رو ایجاد کردیم داکر کمپوزم هم تحقیقی دادیم و همین دیگه بریم کجا بریم توی ترمینال که اینجا بود یه دونه کلیر کنم خب داکر کم... پوست پی اس رو اگر بزنم میبینید که چهار تا کانتینر در حال ران هست و بعد میام اینجا و میگم که آپ کن داش داش بیلد داش دی بعد داش دی رو نزنم که ببینیم چه اتفاق میفته توی بگیران الان همه چیز فکر میکنم به خوبی در حال اجرا هست و امیدوارم به اون ارور نده خب این رو میزنم میبینید که میره اولین کار سراغ جنگو چون میدونه بقیه کانتینرها در حالت ران هستن دیگه نیازی نیست که بره اونها رو هم نصب کنه تمامی اتفاقات به خوبی داره پیش میره تمامی لایه ها میبینید بچه لایه هفتم ایجاد شد و به این صورت میبینید که پوستگرس و میبینید که بچه ها جنگ هم روی پورت نوزار در حالت اجرا است اینجا هم دقیقه داشته باشه که خودش میاد مدیا و استاتیک رو هم ایجاد میکنه برای زمانی که ما در واقع فایل مدیا و استاتیک رو قرار ایجاد بکنیم و بعد چکار میکنیم یه مدیا و استاتیک رو قرار میدیم حالا روی سرورمون یه نیاز نیست که بقیه کتار هم قرار بدیم یا یعنی اونا مربوط میشه به در واقع دیپلوی کردن سایت که خودش یک بحث جداگونه ایه حالا جنگ رو من ران میکنم یک مرورگر فرش میارم اینجا و ببینید که جنگو اجرا نشده چرا میگه چون که باید بیایید تنظیمات مربوط به هاستم انجام بدیم میرم توی ستینگ و اینجا میگم که تمامی هاست ها اجازه دارن دسترسی داشته باشن فکر نکنم دیگه بخواد بله درست شد پس اینه که جنگ هم روی پورت 9000 در حالت ران هست اگر ما پورت رو برداریم وردپرس میاد بالا خب این حالا چون که ارور داده به اینکه که سیف نیست HTTPS اوکی بذارین لوکال هست بیارم خب این از پورت دیفالتمون که 80 وردپرس میاد بالا و بعد چیکار میکنیم پورت 9000 مون هم جنگو در حالت ران هست چون البته اینجا باید بزنیم چی به این صورت اون HTTPS رو باید برمی داشتیم پس جنگو هم روی پورت 9000 اگر بیام اینجا میبینید که یک دو سه شش تا سرویسمون در حالت ران هست همزمان با هم دیگه روی داکر کمپوز پوسگرس رو داریم و جنگو و جنگو میتونیم انواع پروژه ها رو انجام بدیم وردپرس هم برای در واقع اگر بخوایم یک داکیومنتیشن یک وبلاگی هر چیزی که در کنار پروژه داشته باشیم میتونیم داشته باشیم نکته که میخوام بگم اینه که اگر نیازی ندارید به پوسگرس و در واقع جنگو میان چیکار میکنید میاد اینا رو کامنت میکنید به همین سادگی این والیمه ها هم کامنت میکنید و همین دیگه اگر داکر کامپوز آپ داش داش بیلد رو بزنید میبینید که چهار تا کانتینر بیشتر ندارید یعنی نیاز به اینا نیست میتونید اینا رو کامنت کنید ولی خب نیازه که بلد باشیم که چگونه میتونیم جنگو رو هم اضافه کنیم به داکر کامپوز که هم همه یه سرویس ها با هم دیگه دارن کار میکنن اینم نتورک مونه داکر کامپوز که 6 تا سرویس تو نتورک اضافه شده و تمامی ورژن هاش با همدیگه دارن کار میکنن خب اینم از این آموزش فکر کنم توی قسمت بعدی من اینا رو کامیت میکنم پوش میکنم توی گیتاب و آدرس گیتاب رو میذارم زیر همین ویدیو توی قسمت بعدی یاد میگیریم که چگونه در واقع از صفر پروژه رو کلون بکنیم و روی سیستم رو پیاده سازی کنیم اگر سوال نظر پیشنهادی داشتید لطفا توی کامنت برامون به اشتراک بذارید من آیدی تلگرام رو هم قرار میدم توی دیسکریپشن که اگر نیاز داشتید میتونید اونجا سوالاتتون رو مطرح کنید توی ویدیو بعدی میبینمتون